حسابش شما بفهمید مادر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در آستانه ماه محرم الحرام هستیم، ماهی که یک شور و شوق و فعالیت خاص مؤمنین، مخصوصاً پیروان و شیعیان و خصوصاً عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصاً امام حسین علیه السلام در همه اقصا نقاط جهان ایجاد می شود. الحمدلله که بعد از 2 سال یک مقدار که این وضعیت کرونا در ظاهر بهتر شده است، خب جمعیت های مؤمنین در سراسر جهان دوباره اون ماه محرم الحرام سنتی را که قبل از کرونا برگزار می شد در آستانه برگزاری هستند. علما هم از افغانستان، از ایران، از سایر بلاد انشاءالله که در شهرهای مختلف جهان تشریف می برند و یک ماه محرم الحرامی داشته باشیم که بتوانیم یک تحول ایجاد بکنیم برای خودمان. یکی از وظایف ما در ماه محرم الحرام اون علت قیام امام حسین علیه السلام هست که فرمودند که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی من خارج نشدم مگر اینکه برای اصلاح امت. یعنی پس یکی از فلسفه های برگزاری مجالس امام حسین علیه السلام اصلاح امت است. اصلاح هم از کجا شروع میشه؟ اصلاح هم از خود انسان شروع میشه. من اگر خودم رو اصلاح نکنم، خب خانواده رو اصلاح نمیتوانم، بچه ها اصلاح کردن نمیتوانم، خانواده من که اصلاح نشود، اجتماع اصلاح نمیشود، ملت اصلاح نمیشود، کشور اصلاح نمیشود. پس ما باید در ماه محرم الحرام تلاش بکنیم که خودمان رو اصلاح بکنیم. و حدیثی رو ظاهرا من دیروز شنیدم که فرمودن که افضل العباده، یعنی بالاترین و با فضیلت‌ترین عباده این هست که انسان بتواند عادت خود را تغییر بده، یعنی عادت‌های بدی که دارد این را اصلاح کند. پس ماه محرم چی است؟ اولین فلسفهش و یا یکی از فلسفه‌هایش که طبق خود نص حدیث امام حسین علیه السلام که علت قیامش رو بیان میکند این است که اصلاح، اینی که من خودم را اصلاح بکنم، عادتهای خدای نخواسته اگر عادتهای زشتی را که دارم اینا را کنار بگذارم. خب درباره اینها انشاءالله بحث میکنیم، ولی اعمالی را که در ماه محرم الحرام ما باید انجام بدهیم و کم کم دیگه باید آماده بشیم که یا شنبه یا روز یک شنبه امسال ماه محرم الحرام هست، سال 2022، یک چند نکته هست که حدیث مفصل هست ولی من خیلی کوتاه عرض بکنم که ابو ریان ابن شبیب میگه یک روز رفتم خدمت امام رضا علیه السلام که اون روز روز اول محرم الحرام. امام رضا علیه السلام وقتی که من را نگاه کرد فرمودن یا ابن شبیب اصائم انت، آیا تو روزه گرفتی یا روزه دار هستی؟ فقلت لا، نه من روزه نگرفتم. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل، امروز روزه هست که حضرت زکریای پیغمبر دعا کرد، به سوی خداوند دست دعا بلند کرد. و این آیه که در اینجا نوشته از سوره حضرت مریم، رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعا، خدایا بر من یک نسل پاک و طاهر و پاکیزه و طیب عنایت بگرد. خب شما میدونید که حضرت زکریای پیغمبر طبق احادیث یا 90 ساله بوده یا مثلا در بعضی از احادیث حتی 120 ساله هم آمده، ولی عاقل بوده و حساب طبقی نمی آیه که نمی جنوشته است ک
که یعنی چی؟ نازا بوده، یعنی فرزند آورده نمیتونسته، عقیم بوده، هم خودش هم خانمش. یعنی یک وقت است که یک مرد مشکل داره یا زن، یک وقت است که هر دو مشکل داره، هر دویشان مشکل داشته و تا سن 90 سالگی و یا 120 سالگی اصلا بچه نداشته. که داستانش طولانی است که حضرت مریم سلام الله علیها را در مسجد دید، خداوند برای شما عیدا نازل میکند. اینها یک وقت در دلش یک شوق افتاد که میشه ما هم یک فرزند داشته باشیم، یک نسلی از من باشه. خب این دعا را در روز اول محرم الحرام خواند که خداوند حضرت یحیی علیه السلام را برای عنایت فرمود، که شبیه امام حسین علیه السلام از بعضی جهات است که واردش نمیشه، انشاءالله مفصل اینا رو ما بحث کردیم و بحث خواهیم کرد. پس اولین عمل ماه محرم الحرام عبادت هست، یعنی نه تنها ماه سخنرانی و روزه و مجلس و اینها هست، این از برکات این ماه هست که همه ما گرده هم جمع میشیم، هم یک چند کلمه صحبت میشنیم، صحبت میکنیم، روزه گوش میکنیم، با هم دیدار میکنیم. بعضی هایی هستن که شاید در طول سال ما اونا رو نبینیم، اما در ماه محرم الحرام هم دیگر رو میبینیم. این از برکت خون امام حسین علیه السلام است. علاوه بر اونها طبق این حدیث ماه دعا هم هست، اگر کسی حاجت داره مخصوصا فرزند صالح میخواد از خدا، روز اول محرم را روزه بگیرد و دعا بکند. فاستجاب الله له و امر الملائکه فنادت زکریا، که این دعایش مستجاب شد، ملائکه حضرت زکریای پیغمبر را ندا فرمودند. و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی، که در حالی که در حال عبادت بود حضرت زکریای پیغمبر، ملائک برش این مژده را دادند که خداوند برای یک فرزند میدهد که اسمش هم بگذار یحیی، خود خداوند اسمش را انتخاب کرد. فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا، پس هر کسی که این روز روزه بگیرد و دعا بکند، خداوند دعای او را مستجاب میکند، مثل که دعای حضرت زکریای پیغمبر که در ظاهر اصلا در حساب کتاب جور نمی، یک کسی که سن 90 ساله و 100 ساله و اینها باشه و تا او وقت بچه به دنیا آورده نتانسته و زن خانمش هم پیرزن بوده، خب اینها خداوند به معجزه الهی فرزند داد طبق نص قرآن، که حدیث هم نیست، تاریخ هم نیست، که ما بگیم معلوم نیست که درست است یا نیست. خب به هر حال این چیزی که حتی در عقل انسان هم تصور نمی‌شود، خداوند عنایت می‌کنه. این حاجت‌های دیگه که در عقل انسان متصور هست، اینا رو خداوند به زودی انشاءالله عنایت می‌کنه. بعد در ادامه فرمودن یبن شبیب ان المحرم و الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. فرمودن یبن شبیب محرم ماهی هست که جاهلیت، انسان‌های جاهل قبل از اسلام که اصلا هیچ حساب کتاب نداشتن، نه قانون داشتن، نه انسانیت داشتن، کسی که دختر خود را زنده به گور بکنه دیگه از او چی توقع میره، کسی که با شمشیر خواب میکردن با شمشیر بیدار میشدن، یک سره در حال جنگ و ظلم و قتل و دزدی بودن، خب از اینا چی استفاده میشه؟ هیچ چیز. ولی باز هم همقدر یک کم انسانیت در وجود اونها بود که ماه محرم را حرام کرده بودن. محرم یعنی چی؟ ماه محرم یکی از ماهای چارگانی هست که انسانهای جاهل قبل از اسلام در دوران جاهلیت اینها هم چهار ماه را بعد خود به حرمت اون ماه ها به حساب تعطیل کرده بودن جنگ. خب ماه ذوالقعده، ذوالحجه، ماه رجب المرجب و ماه محرم، ماه رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این چهار ماه را بر خود حرام کرده بود. از جمله ماه محرم را حرمتش را میدانستن و گفته بودن در این ماه جنگ حرام است، اگر قاتلت هم که دیدی در این ماه حق کشتنش را نداری. حتی اینها پس از انسانهای جاهل دوران جاهلیت قبل اسلام کرده، اینها بدبختر و جاهلتر بودن. ولا
فرمودند که فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، این انسان‌های بدبخت که خودشون امت مسلمان هم میدانست، امت پیامبر هم میدانستن، حرمت این را ماه را ندانستن، ولا حرمت نبیها، حرمت و احترام پیامبر را هم ندانستن، که اینها بالاخره هر کی هستن، هر کی هستن، فرزندان پیامبر هستن. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريتهم، فرزندان و ذریه پیامبر را به این در این ماه به شهادت رساندن. و سبع نساء، خب خانم های اینها، فرزندان اینها، حساب خانواده های اهل بیت را به اصطلاح اینا پراکنده کردند در بیابان ها. و انتبهوا فقدهم فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، خداوند هم هیچ وقت اینها را نمیبخشد. پس دومین عملی که ما باید انجام بدیم، دومین دستوری که هم هست که احترام این ماه را داشته باشیم. احترام این ماه به چی است؟ به اینه که ما در این ماه از جنگ و نزاع و درگیری، حالا درگیری، یکی درگیری با شمشیر و تفنگ این هاست، یکی درگیری لفظی است که متاسفانه در خانواده ها هست، در بین بعض اقوام هست، از اینها به احترام این ماه ما باید دوری بکنیم. هر اختلاف اگه داریم، اگه جنگی داریم، نزاعی داریم، اختلاف خانوادگی است، به احترام ماه محرم اینها را باید به اصطلاح اینجا استاپ بکنیم و بگیم این ماه ماه محرم است. همه بیاییم کنار هم بشینیم و مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام را زینت بدیم که در حقیقت خودمان را شامل این عنایت الهی قرار دادیم. بعد ادامه به اصطلاح ادامه حدیث است که انشاءالله روزهای دیگر این اعمال را خدمت شما عرض میکنیم. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگردانه که هم از مجالس این ماه بهره‌مند بشیم و هم این ماه را ماه عبادت قرار بدهیم و ماه قرار بدهیم که همونطور که امام حسین علیه السلام فرمودن ماه ماه اصلاح باشه. بالاخره این عمر دیگه چی بخوایم چی نخواهیم رو به اتمام هست و تمام فلسفه آمدن ما در این دنیا و رفتن از این دنیا این است که ما یک پرونده خوب درست کنیم برای خود. بالاخره کم کم خودمان رو اصلاح بکنیم و به اون فلسفه‌ای که ما خلق شدیم که یک انسان با اخلاق، انسانی که به درد دیگران می‌خورد، انسانی که به عنایت دارد به خودش، به خانواده‌اش، به اهل بیت عصمت و طهارت و اجتماع مفید هست، خودمان را قرار بدیم. خداوند ان شاء الله این توفیق را به ما عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.